با هم دیگه بریم به سراغ ادامه مسابقات ولش اوپن 2021. دیشب قسمت اول رو دیدیم، اینجا قراره بریم، گفتم سه تا ویدیو بیشتر نیست، قراره نیمه نهایی نگاه بکنیم. بازی بین سالیوان و ویلیامز اتوماتیک وار بازی قشنگی هستش. بی‌معطلی بریم نگاه کنیم. رونی رو میبینیم توی تصویر، مرحله نیمه نهایی ولش اوپن 2021 و بعد منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره. بازی چند فریمه؟ او چه ضربه پلنتی بود، کوچولو چاشنی التماس توش داشت. 11 فریمه در یک قسمت نگاه میکنیم، نیمه نهایی و فینالش احتمالاً در دو قسمت نگاه میکنیم، ولی علال حساب بریم به سراغ نیمه نهایی. خورده به ید طولایی از تجربه سالیوان، از اون طرف هم باید حساب بکنیم که ویلیامز هم خورده به بد شخصی. اصلا انگار نه انگار داره نیمه نهایی ولش اوپن بازی میکنه ویلیامز. این یه کارکتر خاص خودشو داره، چقدر روون بازی میکنه این ویلیامز، چقدر روون بازی میکنه. این تمام بازیکنایی که اینطوری نچرالن، چطوری بهت بگم، همه معادلات آکادمیک رو میبرن زیر سوال و بعضی ها به اشتباه میافتن، فکر میکنن که اگر که آکادمیک نرن اینا استثناهای استونکر هستن. و میبینیم که یه جورایی سالیوان رو وان ویزیت میکنه در فریم اول. رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و یه الهی با امید تو هم میزنه و ختم جلسه. بریم به سراغ هله فریم رو قبول نمیکنه سالیوان، میگه باید بزنی. خب قشنگ شد، سه قشنگ شد. ببین صرفا خیلی عقبه، میزنه واسه دستگرمی چون عمرن نمیرسه. نهایت 43 50 تو نهایت رو میزه. فریم اول فکر نمیکنم بازی کنه اینقدر بخواد کالری بسزونه که 20 امتیاز رو جبران بکنه. 15 even though it was well over give the reds a big lash. کام تا آخرش بزنه نه؟ که دستش باز شه جورایی. 26 یه هم هدفی غیر از این نداره. این سبانج خوشگل میاد پشت صورتی، البته سخته ولی نمیزنه نمیزنه. و بریم به سراغ فریم بازم قبول نکرد. این چقدر مغروره، این از اون بریکای ویلیامزه. این چه کار سمیه تو میکنی اول بازی؟ حتی خب اینو بهت بگم و لعنتی بلده ها، ببین یه چی داد بگم، وقتی بازیکن اینطوری شروع میکنه حتی این ریسک اولیه رو هم نمیخواد قبول کنه که یه درصد، چون خیلی بازی ها شده که طرف بریک کرده، رو بریکش اینطوری مثلا یکی اومده میز رو زده، هزاران هزار بار این اتفاق افتاده. ویلیامز این کار رو داره میکنه، یعنی به این نتیجه رسیده که آقا بزن تو ضربه اول ندم این توپو بازی کنیم، حالا الان مثلا الان توپو اومد دیگه، اومده دیگه کارش نمیشه. و اینجا سالیوان 13 تا میزنه و میس میشه. ای ببین یک نگاه کن، الهی امید تو. نه دیگه انقدرم دیگه این بازی تو دیوار نیستش که اون توپ بیافته، ولی میتونست اگه پنج آبی رو درست میزد قشنگ اتفاق خوشگلی رقم میخورد. سلطان این ضربات کلایلوی این توپا به چرخه بیاد پشت توپ بعدی.
potential of the final? Or do you think it would have interrupted his rhythm and it would have been best of seven, best of nine? And هزاران هزار بار با هم بازی کردن، قلق بازی هم دیگر رو بلدن. سالیوان قطعا دوست داره با ویلیامز بازی بکنه چون مثل خودشه، بسه اونقدر بازی نمیکنه و باش روونتر میتونه بازی بکنه، مثل سلبی نیستش که تو مخ سالیوان باشه. و میبینیم که بازی از سطح بالایی برخورداره، تقریبا میتونم بگم که یه جورایی همدیگر رو دارن تو هر ضربه وان ویزیت میکنن. Third member of this triumvirate of excellence from 1992. And the early signs are warriors are poised and ready for. تا اینجا 87 فکر کنم زد، یا 80 با اون هفته بود، نه 81 88 بله، اولین فکر کنم بریک سنتری بازی رو قرار با هم دیگه نگاه بکنیم. شد؟ بله. نه بریک بچه این نیست، بریک 95. چرا؟ نزد بریک سنتری رو نزد. چرا پس اونجا اشتباه زد؟ 88 90 93 94 آره دیگه نزد. فکر کنم زد ولی آبه روی مشکی آخریه 88 بود، زرد و زد 90 93 با 4 97 بچه اونجا 99 زده بود، نمیدونم ولی فکر کنم زدش. بریم تو دل بازی ببینیم که در فریم سوم چه اتفاقاتی بین این دو غول اسنوکر رقم میخوره. قاعدتا نمیپرسم که کامنت بذارین که طرفدار کدوم هستید. قاعدتا البته ویلیامز هم طرفدار خودش داره، ولی خب در مقابل سالیوان هیچ کسی هیچ شانسی از نظر طرفداری برای بردن نداره. ببخشید. به نظر خودم یه بازیکن اگر که بودش بازم بعد سالیوان نمیشد، ولی بعد از سالیوان فهم میکنم پرطرفدارترین بازیکن اسنوکر میتونست بشه پل هانتر بود، به خاطر اون قیافه و چهره و استایل بازی. و واقعا اون تایمی که ما اسنوکر رو نگاه میکردیم خیلی عجیب غریب بود. بازیکنان بذار اینطوری باید بگم، بازیکنان الان خوبن، از همین چینی هایی که داریم میبینید و این بازیکنان که دارن میان، بازیکنان اون موقع من احساس همین حال شما هم بنویسید، شاید من دارم اشتباه میکنم، احساس میکنم خیلی کارکتر داشتن، خیلی کاریزما داشتن. یه همچنان گلوم اینطوری شد. 54 از خواهی میکنم ازتون. بچه راستی ساعت پادکست ریسیت شو رو با برنامه های اینجا عوض کردم که پادکست رو گذاشتم ساعت 8، بیلیارد شو اسنوکر شو مثل همیشه ساعت 9 شب باشه، گفتم اینو با هم تداخل نداشته باشن. 72. هم ویدیو شورتاش هم ویدیوی لانگاش. خیلی هم ممنون که دوست داشتید و مثل بوم توی اینستاگرام ترکید، اون از بازدیدهاش میتونید متوجه بشین. بکنین پیج نو، ویدیو اول 350 هزار تا ویو.
من دیگه حرفی ندارم. بریم به سراغ فریم چهارم بازی. تو فریم اول ویلیامز تونستش که خیلی خوب وان ویزیت بکنه سالیوان رو، تو فریمای دیگه نتونسته فعلا کنترل بکنه. البته کنترل کردن سالیوان هم واقعا کار سختیه، از حق نگذریم، ولی خب ویلیامز هم بازیکن سمیه. جا رو ببین، جا رو ببین، کلاس ضربه رو ببین. دنبال اون قرمز جلوه که خیلی راحت میتونه زیر دستش خراب شد، ولی میزنه این لعنتی، میزنه این لعنتی. وای بابا این سخته، این توپ، این توپ سخته، ما به کی بگیم؟ بعد اف زیر میزنه اونو. چه گیری کردیم، چه گیری کردیم. نخور زمین سنوکر باز باید باشی بگیری اون میدل پاکتی که الان سالیوان زد، اف زیر کشید پشت صورتی، یعنی چی؟ بعد خب ببین همین کارا رو میکنه، فریمو میگیره دیگه. الان اگه اونو میستاده بود که نمیتونست چیز کنه، نمیتونست ادامه بده. که دلیل این همه چیز چی بود؟ این همه پاور چی بود؟ من نفهمیدم چرا انقدر محکم زد. 54-1 تو فریم 4. ویلیامز یه جورایی تقریبا داره مغلوب بازی سالیوان میشه، ولی باید منتظر باشیم. هر کس 6 فریم ببره برنده بازیه. بله ویلیامز. خیلی خوشگل. نخورد، نخورد. اینو ببینن چی میزن از اون زیر، چه اعتماد به نفسی. البته اینم به شما بگم، یه کوچولو ما بحث چیزم داریم با هم دیگه، بحث این که بازیکن‌ها به میز اعتماد 100% دارن که نمیکشه. اینم بعد در نظر بگیریم. اوه یه قلقلی کرد اونجا تو پاکت تا بیفته. بچه به زودی هم ایشالله دوباره ویدیو شورت هامون هر شب چه بیلیارد چه اسنوکر آپلود میشه. میگم حجم کارم خیلی زیاده و یه موقع هایی واقعا کم میارم، ولی تمام تلاشم رو میکنم که ریتمش به هم نخوره. و مرسی که حمایت میکنید، دمتون گرم. ضربهشو قطعا که نمیخواست همچین کاری بکنه و خب بنازه پشت چی؟ پشت آبی. نشد راحت. اینجا الان میتونه ببره و کیوبالشو ببره پایین میز و اسنوکر بکنه. بازم ضربه قلی از سالیوان. این زنه ویلیامز توپم داد. از قانون همینه، ضربه ای که بزنی نفهمی چی زدی همین میشه تهش. عجیبه، نمیدونم. ویلیامز هم یه سری قلقای خاص خودشو داره. ویلیامز هم قطعا میدونی که قهرمانی جهان داره و بازیکن اسم و رسم داریه تو این ورزش. و تمام تمام تمام. 3-1 سالیوان. خیلی خوشگل تونست ریتم بازی رو. آره یه چیز بگم در رابطه با ریتم، جمله‌مون تمام بکنم، ریتم بازی رو تونست عوض بکنه. آقا یه چیزی هست توی اسنوکر، باری کرد چه لانگ پاتی، کدوم توپو میگیره؟ آبی خوشگل یاره. یه چیزی هست، به معمولا بازیکن‌ها این توپو باز نمی‌کنن، ولی خب ویلیامز میکنه. چون باز بود با خود یکم ریتمش به هم خورد. آبیرم نداره. نه نه نه، باید میس میشد، باید میس میشد، چون ضربهش حرفه‌ای نبود. داشتم در روی میگفتم اینو اگرم گوش ذهنتون باشه یاد بگیرید خیلی خوب میشه. داستان از چه قراره؟ ریتم بازی. وای 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 وای، این از اون قصه هاییه که خیلی بد حرفه‌ای باشی بگیری مطلبمو. ریتم بازی رو بتونی شکلش رو عوض بکنی، یا می شکلش عوض کنی یعنی برای ریتم بازی برای حریف بوده به چرخونش به سمت خودت، یا که نه همون اول بازی
ریتم و سبک بازی رو ببری به سمت اون سبکی که خودت دوست داری. اگر میبینی بعضی موقع سالیوان در رابطه با ریتم باهات صحبت میکنه و میگه مثلا یه جا تونستم بازیمو ارائه بدم یه جا نتونستم، ریتم بازی تغییر میکرد و این داستانا، منظورش دقیقا اینه. کدوم بازی کن حک فرماست توی روی میز؟ گرفتی مطلبو؟ و نمیزنه. الان داری میبینی ریتم بازی به سمت سالیوان کشیده شده و چه میز بدی، صورتی، آبی، قهوه‌ای از بازی خارج شدن. البته اختلافشون زیاد نیست، 15 امتیازه. هیچی، صورتی آزاد میکنه ولی همچنان قهوه‌ای و آبی تو بازی نیستن. آه، اینجا هم قهوه‌ای از بازی خارج نشد از اون سکنج. با اینجا رو ببین، ویلیامز رو ببین چی میزنه. مشکیرم فکر کنم گرفت. واو، یکی دوبار محکم. اوه چقدر اختلاف. یکی دوبار محکم زد ویلیامز، دید که الان ذهنش برای محکم زدن اوکی نیست، تصمیم گرفت که مشکیر آروم بزنه. ویلیامز نیست که another one. کانون میده تو پوش. مشکیو داره. به به. اوه 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 چه شانسی آورد. چه شانسی آورد که قهوه‌ای نیفتاد از این طرف. چی شد؟ چی شد؟ چه بازی پیچی تو هم دیگه. فقط کلاس سیف بازی رو ببین. واقعا این مدل ضربه زدن ویلیام سخته. نمیدونم چی میگن، خرچنگی بهش میگن، چی بهش میگن اصلا. میپیچه تو دل هم دیگه. تست کردم یکی دو بار، خیلی سخته. اصلا را دستم نیست تستش بکنم، چون همیشه هر ضربه نو و تازه و جدیدی میبینم از بازیکنها، البته که نو و تازه نیستش این حرکتش، همیشه تست کردم ببینم منم میتونم خوب بزنم باهاش، اوکی هستم یا نه. چی شد این بازی؟ We didn't promise it would all be blockbusting. یعنی داور حتی تو این لحظات هم بالا سر توپ وای نمیسه، بعد از پشت نگاه بکنه. اینطوری یاد بگم باید تو تیر دست بازیکن نباشه، در لاین دید بازیکن نباید باشه داور. البته میدونست که قهوه ای نمیافته. ببینید و لذت ببرین از این سیف های سمی. نه چرا همیشه بازی های ویلیامز یه همچین داستانی میشه، یه توپ تو پاکت گیر میکنه، این هم که خوراکش این جنگولک بازی ها. شانس بیاره سالیوان. آها، بدترین کار، بدترین جایی که میتونست ویلیامز بفرسته توپ سفید ها همینجا بود. فکر کنم با باند رو به رو بزنه، دقیقا همون حرفی که من زدم، با باند بزنه گوشش رو بگیره بیاد بالا. مستقیم میخواست بزنه قهوه ای میفته. نامردو ببین کدوم راه فرار داره. هیچ کدوم. اون چیزی که ما میبینیم با چیزی که رومیز هست خیلی فرق میکنه. نصف راه و سالیوان رفت. خب این که هیچی، اون توپو اصلا میتونه پات کنه. بله، حالا میاد قهوه‌ایو میزنه با تمام. گیره بازی حل شد. گیره بازی حل شد. This has worked out in bulk, yes, but... خواهی ضربه درگ کیوبالشو پشت توپ مشکی نگر میداره، با یه فزیرم میاد این برق سه تا قرمزو بزنه. دو دست هم هست، نیاز به رست نداره و خیلی دقیق و درست میره پشت توپ رنگی بعدی. 23. یعنی انقدر راحت ضربه میزنه، انقدر شیرین این کار انجام میده، همه فهم کنن که اوکی ما هم مشکیو میتونیم بزنیم ببریم پشته.
on his fourth frame in succession. رنگی بعدی ولی اینطوری نیست. باز هم ویلیامز این ضربات سمی خودش رو تکرار میکنه. 4-1. فکر میکنم راه بردن سالیوان این نیست. من فقط میگم کسی که میخواد سالیوان رو ببره فقط باید تکیه گاهش بریک عالی باشه. شما فقط با بریک میتونی سالیوان رو ببری ولا غیر. که بخوای بری تو این بازی با سالیوان میکشتت. فکر نکنید که سالیوان سیفش ضعیفه، چه میدونم حوصله سیف بازی نداره. همه رو فول بلده، عالی. حوصله‌اش دیگه نمیکشه برای این داستان، میره حمله میکنه که تدیگ داستان رو در بیاره. میگیری چی بهت میگم؟ یعنی الان ویلیام رفته تو این سبک که بره تو مخ سالیوان. تا اینجا موفق نبوده، این استراتژی جواب نداد. Great shot. Worthy of him. Big moment this. چهار یک. دو فریم دیگه سالیوان ببره میره به مرحله فینال. ببینیم فینالیست ما ویلیامز یا سالیوان. نه نمیفته. چه استقبال عجیبی هم از بازی چیز کردیم، بازی اول امیر سرخوش کردیم. الان که داشتم چک میکردم هلوش 6000 بار ویو خورده بود. برای بار اول خیلی خوبه. چه بازی هم بود، اگر ندیدید حتما برید ببینید، بازی عجیب غریبی بود. حالا تو بفتاده دست ویلیامز، ببینید ویلیامز موتورش روشن میشه. ای بابا ای بابا، تا گفتم میس داد. 19 تا میزنه و میس میده. فکر کنم بچه اگه اشتباه نکنم اون تایم اون مریضی است. آره 2021 برای همینه تو سالون هیچ کس نیست و انقدر سوت و کوره. چه تایمی بود، چه تایمی بود. تموم شد. Oh, he's overscrewed this. He's got ever seen Ronnie overscrew the ball like that before. Amazing. Overscrewed at all. He was trying to develop the other red, the other right side cushion, and just ran. اسکور چیه؟ بچه اون بریکی که من گفتم درست بود، 102 بود. بعد آبی رو زد شد 102. 74 تا هم ویلیامز فقط همون تو فریم اول زد که دیگه به کارش نیومد. 401 پوینت تا الان سالیوان امتیاز کم کرده. 153 تا سالیوان. چه پات خوبی که 26-37 27-37. ای
Mark Williams beat Ronnie for the last 16 match in 2012. Yes, Mark's one mistake wasn't in bulk. Claro. On a very, very good safety. و ماسک میکنه ویلیامز رو. تقریبا نمیشه گفت خوب زد. کاشتش. بله. توپ دو دستی تقدیم سالیوان میکنه. اینجا دیگه سالیوان نباید میس بده دیگه. دیگه میس بده یکم عجیبه. سکور 53. 13 تا سالیوان. 16 تا. با توپ قهوه‌ای. توپ فریم بالشه. واه نمیزن. بابا چو. ولی کاش. فکرم توپ کاش. بله. میزنه. بله. توپ فریم بالش بود. 20 تا. البته فریم بال به حساب نمیاد. آبیرم باید بزنه یه جورایی. چون ویلیامز اذیت بکنه. عرض کردم که راو تو همون اولین ضربه ماسک میکنه ولی با اف پیچ سالیوان در میاره. میافته مهم نیست. آک قبول میکنه فریم رو. بریم به سراغ فریم هفته بازی. سالیوان یه فریم دیگه ببره میره به فینال ولش اوپن 2021 و ویلیامز از مسابقات حذف میکنه. نیمه نهایی تا این لحظه که داریم نگاه میکنیم یه طرفه ای بوده و باید منتظر باشیم ببینیم که ویلیامز به خودش میاد بتونه یه دستی به سر و روی سالیوان بکشه یا چه نه. سالیوان داره درو میکنه. داره درو میکنه. اصلا دنبال قصه و داستان نیست و میخواد که اون یه فریم فکر کنم از دستش در رفت. خیلی مسلطه. خیلی مسلطه. بچه میشه لطفی بکنین توی قسمت کامنت ها اسم کشور اگه ایرانید اسم استانتون رو بنویسین. اگر که کشورهای دیگه دارین نگاه میکنین میخوام اینا یه آمار بگم اینم که از کجاها بیشتر دارید نگاه میکنید. آلمانید، آمریکایید، آفریقایید، ایرانید. البته قطعا که بیشتر تو ایرانید. ولی یه آمار میخوام بگیرم ببینم که کجای دنیا هستید. نه دیگه داره میزنه در دیوار. 69 تا میزنه. جورایی آب پاکی و ریخته رو ویلیامز میزنه. ویلیامز میزنه و روی میزم هست میتونه که کامبک بزنه ولی ببینیم اون روحیه رو داره که بزنه یا که نه. تا اینجا فعلا اوکیه. خیلی سخته. حالا چرا یه چیزی بگم دقت کردیم موقعی که میگم از بغل میدل پاکت و اف زیر میزنن چرا میگم سخته؟ دلیلشو برای کسایی که نمیدونن دهنه پاکت تنگ میشه. این دهنه پاکت همینطوری تنگ هست. از اون زاویه هم میزنی تنگتر هم میشه و خیلی باید دقیق و درست بزنی تا پاکت قبول بکنه توپو بندازه. میگیری چی بهت میگم؟ آقا 39 تا اختلافه. یه چهار تا اگر در نظر بگیر. آقا یه دونه خطا اگر سالیوان بده قرمزم با مشکی بزنه مشکی رو باید دوبار بزنه. حالا ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره.
ماسک میکنه. هنوز اتفاقی نیفتاده. هنوز دارن با هم دیگه سیف میکنن. Fascinating at times, but not the fireworks. We were hoping. میده قرمز یا نه؟ گوشش رو داره. تمام. از همون دست دادن آخرش بفهمید که برای همون تایم اون مریضی بوده و سالیوان رفت به فینال ولش اوپن. منتظر فینال باشید و با هم دیگه بشینیم و نقد و بررسی بکنیم دنیا دست کیه. بازی یه طرفه بود و کامل ریتم و آهنگ بازی برای سالیوان بود و ویلیامز هیچ حرفی برای گفتن نداشت. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. با لایک، کامنت، سابسکرایب از برنامه خودتون بیلیارد شو اسنکر شو حمایت بکنین. شب و روزتون بخیر. خیلی شکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.